نام خدا شاگرده عزیز و گرامی سلام خوب هستین بخیر هستین جور و سعدمند باشین شاگرده عزیز به مضمون ریاضی سنف هشتم خوش آمدین شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف هشتم با همدیگه میخوانیم درست است؟ و فصل پنجم قضایای مسلس هستیم درست است درس هفتم ما و شماست اما ما شما در امروز در درس امروز چی میخوانیم؟ ناصف عمودی یا عمود منصف در یک مثلث پس میریم سر تخته و من بر میگم با شک بر تشریم میکنم که ناصف عمودی یا عمود منصف چی است؟ اول در رابطه با یک خط میگم و بعد از چی میگم؟ میگم در مثلث الی ما و مثلث ما و شما سه تا چیز چی داره سه تا زل دارد هر زل یک چی دارد عمود منصف دارد یا ناصف عمودی دارد سعیست؟ است در مثلث ما و شما میکشیم که ببینیم همدیگر در یک نقطه قد میکنن یا در یک نقطه قد نمیکنن و میبینیم که در یک نقطه همدیگر را قد میکنن بخیر صحیح است اما شاگرد عزیز قبل که بریم درس شروع کنیم کارخانگی درس گذشته را باید به با ما روان میکردیم. در طریق واتساپ چند است ده سفر 964 افد 80 255 40 13 درست است پس شاگردای عزیز بریم سر تخته درس شروع می‌کنیم بخیر خب شاگردای عزیز درس امروز ما و شما چی هست ناصف عمودی یا عمود منصف چی هست ما اول چی میکنم در روی یک قطه خط قطه خط خود, خود میفهمیم قطه خط یا پاره برش میگیم صحیح پس من نوشته کنم درس امروز ما و شما ناصف عمودی که بهتر بگیم چی عمود منصف صحیح عمود منصف ناصف عمودی یا عمود منصف چی است ما و شما اگر شاگرد عزیز یک تا قطه خط داشته باشیم یک تا چی؟ قطع خط کلانتر بکشم قطع خط قطع خط و بی. خب ناصف عمودی یا عمود منصف چی است؟ یک تا خط است بس دقت کن ناصف عمودی یا عمود منصف یک تا خط است و دو ویژگی دارد چی است؟ که دقیقا از وسط ای بی تر میشه سهیست وسط و زاویه که با ای بی جور میکنه چند درجه است؟ 90 درجه است این دو شرط دارد دقیقا از وسط تر میشه و زاویه‌ای که با AB جور می‌کنه 90 درجه است معنایشی است معنیشی که وقتی میگه از وسط تر میشه سیست وقتی میگه از وسط تر میشه به شکلی؟ این شکلی که این وسط موش شما فست یعنی که این نقطه من نامشه مثلا چی میگیرم اچ میگیرم پس یعنی AH مساوی است با HB چون اچ ای وقت وسط میگم یعنی بدون مساوی تقسیم میکنه صحیح است و زاویه که با خط بی با قطع خط بی جور میکنه 90 درجه است یعنی اچ اچ ما و شما هم این نامش اچ 1 بگیریم میره h 2 بگیریم صحیح است هم اچ 1 مساوی میشه با h 2 مساوی میشه با 90 درجه یعنی دو شرط اگر داشته باشد به با اون میگیم چی به این خط یعنی خط, خط نام شما میمونیم چی با نام مثال نام شما ال خط ال صحیح است یعنی خط ال ما شما نامش چی است عمود منصف یا ناصف عمودی صحیح پس فهمیدیم اگر ما شما یک قطعه خط داشته باشیم یک قطعه خط داشته باشیم ناصف عمودی یا عمود منصف از چی است یک تا خط است که دو ویژگی دارد خود قطعه خط بدون مساوی تقسیم میکنه زاویه‌ای که با جور میکنه 90 درجه است سهیست پس به چی میگیم؟ میگیم عمود منصف یا ناصف عمودی اما در رابطه با عمود منصف یا ناصف عمودی ما یک قضیه را باید بخونیم یک قضیه و عکس قضیه را کمال ما ثبوت میکنیم پس قضیه چی است؟ قضیه یک پس قضیه یک ما و شما هست که اگر یک نقطه روی ناصف عمودی یک قطع خط باشد به با عنوان مثال شگرد عزیز این نقطه M. نقطه ام روی ناصف عمودی یا عمود منصف باشد فاصله نقطه تا چی تا نقاط ای و بی تا نگم تا چی در سر قطعه خط ما و شما فاصله با هم مساوی میشه 100 درصد یعنی ام ای با ام بی مساوی است صحیح پس قضیه رو نشون کن قضیه ما و شما چی است میگیم که اگر نقطه ام روی چی باشد روی عمود منصفه یا ناصف عمودی فرق فهمی عمود منصفه عمود منصف چی؟ خط خط یا پار خط ای بی باشد چی است؟ آنگاه چی است؟ آنگاه فاصله نقطه M تا دو سر پار خط چی است؟ مساوی آنگاه یعنی ام ای با ام بی مساوی آنگاه ام ای مساوی با ام بی این رو باید ثبوت کنیم خب شاگرد از این من رو ثبوت میکنم صحیح است کشیدم دیگه از ام به ای و از ام به بی وصل میکنیم دو چی میشه دو مثلث میشه ما ثبوت میکنیم یعنی دو مثلث با هم دیگه چی است با هم دیگه مس... چی انطباق پذیر است یا هم نهش یا مساوی میگیم که گفتیم در در سال گذشته خواندیم دیگه مثلث های انطباق پذیر خب چه رقم ثبوت میکنم من میگم که دقت کن شاگرد عزیز چون خط ال چی است ناصف عمودی است یا عمود منصف است پس زاویه اچ و اچ چند درجه میشه 90 درجه با هم مساوی است پس من نوشتن میکنم اچ مساوی است با H2 چرا؟ چون 90 درجه میشه دلیلش چی است؟ چون خط L ناصف عمودی است خب دیگه H با BH چی میشه؟ مساوی میشه چرا؟ چون باز خط L ناصف عمودی است دیگه ناصف عمودی هم نیست تعریفش هم این بود دیگه قطع خط AB رو بدونیم تقسیم میکنه پس AH مساوی است با BH سهیست؟ چرا؟ چون خط L ناصف عمودی است و دیگه چه؟ خط دقت کنه زل MH مشترک است هم به مثلث سمت راست هم به مثلث سمت چپ پس نوشتن میکنم ام اچ ام است با ام چرا چون مشترک است خب از این عرصه ما و شما نتیجه میگیریم که دو مثلث ما و شما چی میشه انطباق پذیر میشه مثلث ام ای ام پس دو مثلث ام انتباق پذیر است با مثلث ام BH. اچ به حالت چی؟ به حالت دو زل میشه و زاویه بین زاد زی زاد دقت کنید یک تا زل گفتیم اینی ام یک زل است ام ما و شما دیگه زل است زاویه اچ هم زاویه بینش است پس یک زل دو زل زاویه بین از اون مثلث هم یک زل دو زل زاوی بین پس با حالت دو زل و زاویه بین دو مثلث ما و شما چه میشه انطباق پذیر میشه خب حالی که انتباق پذیر شد پس نتیجه هم میگیریم ازل از چی است با هم مساوی است خب اتش با HB بی مساوی است ام هم که مشترک است پس فقط میمانه ام ای با ام بی چی میشه مساوی میشه و همین ثبوت است همین قضیه ما و شماست پس چون دو بر جایی نیست من دهی بر نتیجهش بر میگیرم پس در نتیجه ام ای یا ای ام مساوی است با بی ام سهیست پس یه هم چی شد شاگرد عزیز؟ یه هم ثبوت قضیه اول ما و شما پس قضیه اول چی میگه میگه که اگر ما و شما یک نقطه روی عمود منصفه یک قطه خط داشته باشیم فاصله از اون نقطه تا دو سر قطه خط با همدیگه چی هست مساوی است پس نقطه ام روی عمود منصف است ام ای با ام بی مساوی است که ما و شما ثبوت کردیم درست است خب شاگرد عزیز اما عکس قضیه یا برعکس قضیه چی است ما چی ثبوت کردیم گفتیم نقطه ام روی عمود منصف است نتیجه گرفتیم که ام با ام مساوی است پس من نوشته میکنیم خضیه دقت کنید نه بالا اگر نوشته کنم ام روی عمود منصف و نتیجه چی گرفتیم؟ نتیجه گرفتیم که ام با مساوی با بی ام این قضیه یکی ما و شما بود سایست؟ این قضیه یکی ما و شما بود ام روی نقطه ام روی عمود منصف است ام با ام بی مساوی اما عکس قضیه چی میگیم؟ برعکس دقیقا از او بر به بر پس اگر ام با بی ام مساوی باشد باید نتیجه بگیریم که نقطه ام ما شما روی ناصف عمودی عمود منصف قرار دارد پس من پاک میکنم و عکس قضیه رو ثبوت میکنم پس عکس قضیه چی میشه اگر یک ما شما یک قطعه خط ای بی داشته باشیم و یک نقطه ام داشته باشیم که نقطه ام فاصلش تا دو سر پا قطعه خط یعنی ام بی با ام ام مساوی باشد باید ثبوت کنیم که چی است نقطه ام ما شما روی عمود منصف است یعنی چی روی عمود منصف است باید ثبوت کنیم که ای اچ با اچ بی مساوی است زاویه اچ یک و اچ دو هم 90 درجه است باید ثبوت کنیم پس من تختر پاک میکنم و عکس قضیه را ثبوت میکنم درست است <متحن> 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 خب شاگرده عزیز و گرامی عکس قضیه یک سه است پس ایر هم ثبوت کنیم عکس قضیه یک خود قضیه یک چی بود گفتیم که اگر دقت کنید نقطه ام روی عمود منصف قطع خط ای بی باشد فاصله او ام تا ای و تا بی مساوی است اما عکسی چی است اگر ام ما و شما فاصلش تا ای و بی مساوی باشد باید ثبوت کنیم که نقطه ام روی عمود منصف است پس دقت کنید ما و شما اگر یک قطع خط خط ای بی داشته باشیم قطع خط خط و بی یک نقطه داریم نقطه ام فاصله ام تا ا و ام تا بی چی است مساوی پس دقت کنید ام تا ا مساوی است با ام تا بی ما شما باید ثبوت کنیم که ام روی ناصف عمودی یا عمود منصف است روی عمود منصف قرار دارد صحیح پس این عکس قضیه میشه خب بریم چه قسم ثبوت میکنیم به شک ثبوت میکنیم شاگرد ازی دقت کنید من چه رقم ثبوت میکنیم میگم که من میایم قطعه خط ای بی را سیست و وسطش پیدا میکنم وسطش دقیقا وسطش پیدا میکنم نامشه چی میمانم؟ اچ میمانم به عنوان مثال نامشه اچ میمانم سیست پس اچ با اچ بی مساویسته سیست و از ام به اچ ما خودم وصل میکنم از ام به اچ وصل میکنیم. پس اچ ای ما با بی اچ هست مفیض چون خودم پیدا کردیم صحیح است گفتیم وسط ای بی را با خط کش اندازه می گیرم و وسطش دریافت میکنم از ام به وسط ای بی وصل میکنیم پس من نشون ثبوت میگم که از نقطه یا از ام به وسط خط خط ای بی به وسط ای بی وصل میکنیم صحیح است پس خودم میکنم خب عالی من ثبوت میکنم این دو مثلث با هم مساوی است. صحیح است این دو مثلث صعود میکنه مساوی است بعد میگم که چی است میگم که دقیقا نقطه ام روی عمود من قرار داره پس به شکل صعود نکنم میگم که این دو مثلث اگه بگم مساوی است من میگم ام ای با ام بی بنا به خود ف... خود چی فرضیه مسئله صحیح است همون اطلاعاتی به ما شما داده خود سوال گفته دیگه ام ای با ام بی مساوی است بنا به مساله پس من نوشتن میکنم ام ای مساوی است با ام بی این خود سوال با ما شما گفته ام دقت کن ای اچ با بی اچ میگم خودم گفتیم وسطش پیدا میکنم و کردم کردن اچ وسطش هست دیگه سیست پس ای اچ مساوی است با بی اچ سیست فرمول چی رقم شد دیگه نه خب آل شاگرد عزیز ما گفتیم چی ام ای با ام بی مساوی است چون خود سوال ما شما گفته ما گفتیم وسط ای بی رو دریافت کردیم نامش اچ ماندم ای اچ هم با اچ و ذل ام اچ ام مشترک است میتونیم بگیم هم برای این مثلث هم به اون مثلث هم یا به شکل میتونیم بگیم به این شکل میتونیم بگیم شاگرد چون ام ای با ام بی مساوی است پس این مثلث ما و شما متساوی ساقین است مثلث متساوی ساقین زاویه ای با زاویه بی چی میشه مساوی میشه پس بجای جای ذل ما زیل مشترک میتونم زاویه ای و بی رو بگیریم و وقت میشه یک ذل دو ذل زاویه بین درست یک زل دو زل زاویه بین یا میتونم هم هم سه زل بگیرم فرق نمیکنه پس من گفتم که ام ا با ام بی مساوی است خودم اچ وسطش گرفتم وسط ای نامش اچ ماندم اچ با اچ بی مساوی است ام اچ هم مشترک است صحیح است ام اچ مساوی است با ام اچ پس از این عرصه ما شما نتیجه میگیم دو مثلث انطباق پذیر میشه ام ا اچ مثلث ام ا اچ انطباق پذیر است با مثلث بی یا ام بی اچ ام بی اچ ام بی به حالت چی؟ به حالت سهزل میشه سیست زاد 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 البته شاگرد عزیز در کتاب ما شما به شکل حالت دو زل زاوی بین ثبوت کرده او هم درست است سیست چرا؟ چون گفتیم که مسلف ام, ام بی ما وقتی ام ای با ام بی مساوی است متساوی ساقین میشه یعنی زاویه ای با زاویه بی مساوی است از اون میشه استفاده کرد فرق نمیکنه یا با حالت سیزل ثبوت میکنیم یا با حالت زل زاویه بین صحیح هر خب آل دو مثلث انطباق پذیر است خب وقت انطباق پذیر باشد چی میکنیم از لای مساوی رو نوشته میکنیم اجزای مساوی صحیح خب شاگرد عزیز دقت کنید میگیم که ای اچ با اچ بی مساوی است ام ام بی با ام مساوی است ام اچ هم که هست، مشترک است حال زاویه زاویه بی با زاویه ای مساوی میشه زاویه ام با زاویه ام 2 مساوی میشه و زاویه اچ هم با زاویه اچ 2 مساوی میشه ما شما باید ثبوت کنیم زاویه h 1 و H2 90 درجه چیزی اگه ثبوت کنیم خلاص میشه دیگه یعنی دقیقا نقطه ام روی همون منصف است صحیح است پس در نتیجه دقت کنید در نتیجه زاویه h 1 مساوی است با زاویه اچ 2 خب شاگرد عزیز و دیگه چی گفتیم دیگه میگیم اچ هم با HB مساوی است و اچ AH مساوی است با HB. خب h که با h مساوی است اما زاویه h با h مساوی است شاگرد عزیز h1 و h, -H با هم نگاه یک خط راست جور میکنه صحیح است یک خط راست چند درجه است 180 درجه پس وقتی که یک خط راست 180 درجه باشد ای اچ 2 با هم دیگه مساوی است به هر کدام چه خمه رسه 90 درجه دیگه چون هر دو مساوی است با هم دیگه 180 میشه هر کدام چند با باشد باید 90 باشد که با هم مساوی باشد و جمعش 180 شود پس اچکج با هم دیگه چند درجه میشه هر درجه میشه چون جمعش 180 درجه شد یا خط راست شده صحیح پس اچ مساوی با H2 مساوی با 90 اچ HM با اچ پس زاویه H1 با H2 90 درجه است H EH با H2 هم مساوی است پس نقطه M دقیقا روی چی قرار دارد؟ روی ناصف عمودی قرار دارد پس میگیم در نتیجه یا میگیم M3 دیگه M خودش رئیست در نتیجه نقطه M روی عمود منصف قرار دارد پس یک اکس قضیه پس شاگرد عزیز اکس قضیه چی است؟ گفتیم که اگر ما یک نقطه داشته باشیم فاصله نقطه تا دو سر قطه خط مساوی باشد دقیقا نقطه روی چی قرار دارد؟ روی عمود منصف قرار دارد ما از این دقیق قضیه نگاه ثبوت از این استفاده میکنم سعیست؟ پس فکرتان باشد خب پس من تختر پاک کنم شاگرد عزیز یک تا قضیه دیگه هم می میکنیم این قضیه هم بسیار قضیه مهمی است پس تختر پاک میکنم و قضیه آخر هم ثبوت میکنم خب شاگرده عزیز و گرامی قضیه دوم ما و شما چی هست؟ پس قضیه دوم نوشته میکنم قضیه دو قضیه دو به شکل است میگه که ما و شما در یک مسلس یک مسلس دلخوا بنوان مثال این مسلس دلخواه ما و شما باشد سهیست؟ ما بیایم چی کنم؟ ناصف های عمودی هر سه زل رفت کنیم یعنی عمود منصف های سه زل بان من مسلس های کلانتر بکشم که دقیق‌تر ببینید شما مگر اینی مثلث داشته باشیم اینی مسلسه دلخوره. مسلسی A B و C ناصف های عمودی یا عمود منصف های هر سه زل اگه بکشم دقیقا این سه تا ناصف هم دیگر در یک نقطه قطع میکنه این قضیه باید ثبوت کنیم میرم. پس ناصف های عمودی یا عمود منصف های دازش امون منصف های سزل مسلس همدیگه رو در یک نقطه قد میکنن این قضیه ما و شماست با ما باید ثبوت کنم خب چرا خم ثبوت میکنه. من میگم که میایم چی میکنم شاگرد عزیز من زل بی سی نصف ناصف عمودیش رسم میکنیم. ناصف عمودیش خب میفهمین یعنی چی یعنی دقیقاً وسطش پیدا میکنیم پس ما ثبوت پس من ثبوت, نم... ثبوت میکنیم. نوشته کنم ثبوت است؟ پس قضیه دو چی است قضیه دو ناصف های عمودی یا عمود منصف های چی در هر مثلث هم ديگه رو در یک نقطه قطع میکنن من میخوام صبوت کنم صبوت پس ما اول میام میگم چی میکنم ناصف عمودی زل بی سی رو رسم میکنن وسط بی سی رو پیدا میکنن ناصف عمودیشو رسم میکنم. ناصف عمودی زاویه باید 90 درجه باشد فست و دقیقاً به دو قسمت تقسیم کنم خب من ناصف عمودی رو رسم کردم حالا میام چی میکنم شاگرد عزیز میام زل ای بی را ناصف عمودی ای بی را پیدا میکنم دقیقاً وسط ای بی رو پیدا میکنن و زاویه 90 درجه با جور کنم برش سیست. یعنی زاویه 90 درجه است پس صحیح پس دقیقاً باز ما ثبوت میگیم که ناصف های عمودی ناصف های عمودی زل ها یا اضلاع اضلاع بی سی و ای بی را رسم میکنیم. از اضلاع بی سی و ای بی را رسم میکنیم. کنیم خب نقطه تقاطع رو نام من مثلا به عنوان مثال من میمانم او نقطه تقاطع رو نام چی میمانم؟ او نامی رو میمانم او نقطه تقاطع آنها را او می نامیم پس نقطه تقاطع دو, دو تا ناسه نامو داره نامش چی گرفتیم؟ او گرفتیم خب دقت کن شاگرد عزیز من به شک میگم چون نقطه او چی روی ناصف عمودی زل بی است پس دقیقا چی بود قضیه عمل که قضیه یک ثبوت کردیم گفتیم اگر یک نقطه روی ناصف عمودی باشد فاصلش از دو سر پاره خط چی است مساوی است پس او بی و او سی چی است باید با هم مساوی باشد چرا چون نقطه او دقیقاً روی ناصف عمودی زل BC است پس میکنم او روی ناصف عمودی یا عمود منصفه. عمود منصف AB است AB ببخشید BC روی عمود منصف BC است زل BC دیگه سه است زل BC است پس در نتیجه چی میشه؟ OB با OC مساوی است OB مساوی است با OC سه خب شاگرد عزیز نقطه او روی عمود منصف AB هم است پس فاصله تا او بی و او ای باید چی باشد؟ مساوی باشد سهیست؟ پس او روی عمود منصف زل ای بی است زل ای بی است در نتیجه نتیجه چی است پس فاصله او از دو سر قطع خط باید مساوی باشه یعنی او ای با او بی مساوی است پس او او بی او بی با او ای مساوی است مساوی است با او ای سعید شاگرد عزیز یعنی خب فهمیدیم آلی دقت از همین دو نت... چی نتیجه میگیریم او بی با او سی مساوی است او بی با او ای e مساوی است پس نتیجه میگیریم او سی با او ای e مساوی است چون او بی با او بی e مساوی است دیگه یکی است پس از این هر دو ما شما نتیجه میتونیم بگیریم خب که او سی با او ای e مساوی است او سی مساوی است با او ای e. خب شاگرد عزیز او سی و او ای چی است دقت کنید او ای با e او سی e مساوی شده او سی با او ای e. دقیقاً معناش است از عکس خزس استفاده میکنیم یک نقطه اگر از یک خط از دو سر خط خط چی باشد فاصلهش مساوی باشد عکس قضیه عمل ثبوت کردیم یعنی نقطه دقیقا روی عمود منصف همو خط خط قرار دارد پس از عکس قضیه ما شما استفاده میکنیم پس نقطه او ما دقیقا روی عمود منصف AB بی قرار دارد سیس عکس قضیه میگفت دیگه وقتی OE با او مساوی شده معنای شاز عکس قزمیر میگفت یک نقطه فاصله دو, دو سر خط خط مساوی باشد دقیقا نقطه روی عمود منصف قرار دارد پس دقیقا عمود منصف ببینم ما من اگر بکشم دقیقا در همین نقطه او هم دیگر رو قد پس این ثبوت شد یعنی که چی عمود منصف های سزل مثلث همدیگر را رو در یک نقطه قد میکنند پس در نتیجه میگیم چی نقطه ام نقطه او روی عمود منصفه عمود منصف چی؟ اسی قرار دارد اسی قرار دارد پس این هم ثبوت صحیح شد؟ پس قضیه دو ما و شما چی میگه؟ میگه در هر است که ما و شما اگر داشته باشیم دلخواه فرق نمی کنه ما بیایم عمود منصف های سیزل بکشم دقیقا همدیگر در یک نقطه قطع میکنه و این هم ثبوت کردیم ما و شما درست است؟ خب شاگرد و عزیز و گرامی ما و شما باید چی کنیم؟ آله کارخانگی رو باز من میگم که چرا رقم کار کنید کارخانگی رو شما میگین با مثال با شما گفته که یک مثلث بکشین از لایش سه 4، پنج باشد چی کنید؟ عمود منصف رو بکشین و میبینیم که همدیگر در یک نقطه قد میکنه پس شما یک مثلث میکشید عمود منصف گفتیم چرا هم پیدا میکنین؟ چی میکنه؟ زل BC وسطش پیدا یک تخ... 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 میکن یک میکشه که زاویش 90 درجه باشد. A -A هم وسطش پیدا یک تا AC هم میشه وسطش پیدا و یک میکنیم میبینیم دقیقا همدیگر در یک نقطه قطع میکنه درست است پس شاگرد عزیز و گرامی درس امروز ما و شما خلاص شد پس ناصف عمودی یا عمود منصف در یک مثلث گفتیم چی است و گفتیم در هر مثلث ناصف های عمودی سزل اگه ما و شما بکشیم دقیقا همدیگر را در یک نقطه قطع میکنه درست است پس من این را تکمار میکنم شاگرد عزیز اما موضع کارخانگی تمرین های صفحه 126 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید از طریق واتساب نمبرش هم چند است؟ 20964 780 255 40 13 درست است؟ شاگرده عزیز و گرامی در صفحه ما و شما خلاص میشه شاگرده عزیز مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا نگهدار